در اینترنت فیلمی منتشر شده از جلسه مجلس خبرگان در روز 14 خرداد سال 1368 که به انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی و جانشینی آیت الله خمینی انجامید. این فیلم شامل سخنرانی آیت خامنه‌ای و همینطور اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس وقت مجلس شورای اسلامی است. در بخشی از این سخنرانی خامنه‌ای از احتمال انتخابش به رهبری ابراز نارضایتی می‌کند. اولا واقعاً باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینی که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره. اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعاً چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتاً لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. در بخش از این فیلم که به مرحله رأی‌گیری خبرگان مربوط است و در آن تعدادی از حاضران صلاحیت آقای خامنه‌ای را زیر سوال می‌برند، آقای هاشمی رفسنجانی انتخاب آقای خامنه‌ای را موقت و تا برگزاری رفراندوم اعلام می‌کند. رسانه‌های رسمی ایران این بخش را تاکنون پخش نکرده بودند. حالا ما رأی می‌گیریم دیگه، بحث هم نمی‌کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. یاسر هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری پانا گفته که پرونده فوت پدرش به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری برای بررسی دوباره به شورای عالی امنیت ملی فرستاده شده. آقای هاشمی گفته که برادرش محسن که رئیس شورای شهر تهران هم هست، قرار است به زودی برای مطالعه این پرونده به شورای عالی امنیت ملی برود. محمد هاشمی برادر اکبر هاشمی رفسنجانی هم در سالمرگ این سیاستمدار ایرانی بار دیگر ایست قلبی منجر به فوت برادرش را مشکوک خوانده.